داستان‌های فارسی. افسانه فلوت زن رنگارنگ حملی. در زمان‌های دور شهر زیبایی به اسم حملین وجود داشت. این شهر زیبا در کنار رودخانه‌ای در کشور آلمان قرار داشت. حملین شهر آرام و دلپذیری بود. اما حدود 50 سال پیش مردم شهر حملین شهر رو کثیف و زشت کردند. اونا هر جایی که می‌رفتن زباله می‌ریختن. تو جاده ها، بیرون خونه هاشون و خلاصه هر جایی که می رفتن. حتی شهردارم به این وضعیت توجهی نداشت. در نتیجه شهر پر از موش شد و همه مردم دچار بیماری شدن. موش ها همه جای شهر بودن. اونا بچه ها رو تو گهوارشون گاز می گرفتن، پنیرهای تو بشقابا رو می خوردن و جعبه ماهی های شوریده رو باز می کردن. داخل کفش و کلاها واسه خودشون لونه درست می کردن. اونا حتی به اتاق جلسه هم می رفتن و با جیغ و سر و صدا مانع صحبت کردن بقیه می شدن. وای! خدای من! مردم شهر با عجله پیش شهردار رفتن و کمک خواستن. از شر موشا خلاصمون کن! از شر موشا خلاصمون کن! شهردار صدای داد و فریاد جمعیت رو شنید و اومد بیرون. موضوع چیه؟ ما میخوایم هر چه زودتر راجب موشا کاری انجام بدیم. اگه این کارو نکنیم شما رو اخراج میکنیم. یه جلسه برگزار میکنیم تا راه حل پیدا کنیم. یکم به ما وقت بدید. مردم با حرفای شهردار متقاعد شدن و شهردار با شورا جلسه ای برگزار کرد. حتی بعد از بحثای طولانی و ساعتها مذاکره اونا نتونستن راه حلی برای این مشکل پیدا کنن. ناگهان صدای کوبیدن در اومد. بیا داخل. مردی وارد اتاق شد. مرد غریبه‌ای که تا به حال کسی اونو ندیده بود. اون یک کت عجیب و بلند پوشیده بود که نصفش قرمز و نصف دیگرش زرد بود. لاغر و قد بلند بود. انگشتاشو بی‌حوصله تکون میداد و مثل اینکه داشت فلوت میزد. تو از سیرک فرار کردی؟ کل تالار شروع به خندیدن کرد. مردم به میگن فلوت زن رنگارنگ. من یه افسون مخفی برای احضار همه موجودات روی زمین دارم. هر موجود خزنده، شناگر، پرنده، دونده یا راه رفتنی. از افسونم برای موجوداتی که مضرن مثل موش کور، وزغ، سوسمار، افعی و حتی موشا استفاده میکنم. موشا؟ میتونی موشا رو احضار کنی؟ اما چطور حرفاتو باور کنی؟ من مردم یه شهر آفریقایی و از حمله گروه بزرگی از پشه ها نجات دادم. توی یه شهر آسیایی مردم از خفاشای خوناشام نجات دادم. من دور دنیا میچرخم تا مردم از دست این موجودات نجات بدم. باشه، افسون تو به ما نشون بده و ما رو از دست موشا خلاص کن. پیشته مطمئنن آقا، اما برای این کار به من 1000 سکه طلا میدید؟ بله البته، هر چیزی که بخوای بید میدیم. نظرتون چیه آقا جون؟ شورا هم نظر شهردار رو تایید کردن. حالا میتونی کارتو شروع کنی. فلوتسن رنگارنگ پا تو خیابون گذاشت و لبخندی زد. بدون سر و صدا و به آرومی فلوت خودشو بیرون کشید و شروع کرد به فلوت زدن. مثل یه جادو تمام موشا از هر جایی که بودن بیرون پریدن و غذاهایی که در حال خوردنشون بودن هم رها کردن. موشای خاکستری، سفید و قهوه‌ای همه تو خیابون در حال دویدن بودن. همه اونا دنبال فلوتسن می‌رفتن. قدم به قدم داخل شهر راه می رفتن تا اینکه به یه رودخونه رسیدن. مردم از تعجب دهانشون باز مونده بود. فلوتسن روی سنگی وسط آب پرید و شروع کرد به فلوت زدن. موشا کورکورانه توی رودخونه افتادن و غرق شدن. اونا ندونسته یکی پس از دیگری توی آب پریدن. دیگه هیچ موشی کنار رودخونه نه. شهر حملین از شر موشا خلاص شده بود. فلوتسن پیش شهردار رفت تا پاداششو بگیره. من کارم انجام دادم. حالا وقتشه که شما به قولتون عمل کنید. مزد منو بدید. تو کار فوق‌العاده‌ای انجام دادی. اما یه کار چند ساعتی ارزش 1000 سکه طلا رو نداره. پرداخت این همه پول تو یه روز خیلی زیادی. تو زیر قولت زدی. من به تو 100 تا سکه طلا میدم که ارزشش بیشتر از کار یه روزه. این منصفانه نیست.
بهت نشون میدم که چی کار میتونم بکنم. یه فلوتن احمق مثل تو حتی نمیتونه به یه آجر این شهر آسیبی برسونه. یا این پولو بردار یا شهر رو ترک کن. فلوتزن سالن رو ترک کرد، به خیابون اومد و دوباره فلوتش رو در آورد. فلوتش رو توی دهنش گذاشت و دوباره شروع کرد به فلوت زدن، اما این بار یه صدای متفاوت میزد. بچه ها یکی یکی سرشون رو برگردوندن و شروع کردن پشت سر فلوتزن راه رفتن. فلوتزن شروع به راه رفتن کرد و بچه ها به دنبال اون راه رفتن. والدین و سرپرستای اونا از این صدا شوکه شده بودن و نمیتونستن از جاشون تکون بخورن. صدای فلوت اونا رو کرخت و سست کرد. فلوتزن رنگارنگ از روی پل رودخونه رد شد و به سمت کوهستان حرکت کرد. وقتی به نزدیکی کوهی رسید، یه دروازه مرموز در داخل کوه باز شد. فلوتزن داخل رفت و بچه ها به دنبال اون رفتن. در محکم پشت سر اونا بسته شد. تنها کسی که بیرون در جا موند یه پسرک معلول بود که نتونست قبل از اینکه در بسته شه به اونجا برسه. وقتی صدای فلوت قطع شد، مردم به سمت کوه‌ها دویدن. اونا با دیدن اون بچه ازش درباره بقیه بچه‌ها پرسیدن. همه اونا رفتن تو دروازه و قبل از اینکه من به در برسم در بسته شد. اما چرا همتون دنبال اون راه افتادین؟ اون صدا به ما قول داد ما رو به سرزمینی ببره پر از شکلات و کوکی و کیک که روی درخت ها در بیاد. حتی به من گفت که میتونم با پای خودم هر جای دوست دارم برم. اما یهو صدا قطع شد و من دیدم جلوی این کوه وایسادم. مردم ناراحت شدن و شروع به گریه برای بچه هاشون کردن، اما دیگه فایده ای نداشت. وای بچه هم، برگرد، برگرد. مردم شهردار رو برای همه چیز مقصر دونستن. منم بچه هم از دست دادم، برای همه چی متاسفم. من برات 1000 تا سکه ی طلا آوردم، بچه همونو بهمون برگردون. فلوتزن رنگارنگ هر جا هستی برگرد. در حالی که بقیه متعجب بودن، فلوتزن از پشت کوه بیرون اومد و همه با دیدن اون آروم شدن. اوه، خوشحالیم که برگشتی. بچه های ما کجاین؟ اونا سالم و خوشحالن. وقتی به قولت عمل کردی همشون برمیگردن. شهردار 1000 سکه ی طلا رو به فلوتزن داد و دروازه بلافاصله باز شد. بچه ها بیرون رفتن و والدینشون رو بغل کردن. بابا. فلوتزن رنگارنگ، من از طرف تمام مردم شهر ازت متشکرم. ممنون که ما را از شر موشا خلاص کردی و بچه همونو به من برگردوندی. دیگه هیچ وقت زیر قولم نمی زنم. همه شما بچه هاتون از دست میدید و موشا هم دوباره بر می گردن. چی؟ برای چی؟ آخه برای چی؟ چرا؟ شهرتون خیلی کثیفه و این جونورای موزی مثل موش و حشرات رو به اینجا میکشونه. اینا بیماریا رو تو شهر منتشر میکنن. بچه‌هاتون مریض میشن و همین باعث میشه که اونا رو از دست بدیم. من به عنوان شهردار این شهر مسئولیت تمیز کردن شهر رو بر عهده میگیرم. ما آشغالا رو فقط داخل سطل زباله میریزیم و هر کاری از دستمون برمیاد انجام میدیم تا شهرمون از شر موشا و بیماریا خلاص کنیم. آره. اون درست میگه. بسیار خوب، وقت خدافظی من رسیده. فلوتزن رنگارنگ شهر رو ترک کرد و شهر هملین مثل 50 سال قبل یه شهر تمیز و زیبا شد.